سلام به دلنگیزای توی خونه، حالتون چطور؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی جذاب و چالشی درباره کشور دوست و برادر یعنی چین. تو ویدیو امروز میخوایم با هم ببینیم چین چه رمزی زده که با این سرعت داره پیشرفت میکنه. محصولات الکترونیکی، لوازم خونگی، لوازم پزشکی، خودرو و هر چیزی که به فکرتون میرسه الان داره تو چین ساخته میشه و فقط کم مونده پشت آدما بنویسن مید این چاینا. با این سرعتی هم که داره پیشرفت میکنه چیزی نمونده که ابرقدرت جهان بشه و جای آمریکا رو بگیره. اما چطوری ممکنه کشوری که مردمش از گرسنگی هر جنبنده‌ای رو میبلعن الان به اینجا برسه؟ تو این ویدیو قرار جوابش رو پیدا کنیم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً برای حمایت از ما همین الان ویدیو رو لایک کنید و فراموش نکنید چنل دانسه این روز رو سابسکرایب داشته باشید، یا اگر سابسکرایب نکردید همین الان کارشو انجام بدید و زنگوله رو هم بزنید و بریم سراغ ویدیو. اول از همه بذارید چند تا فکت بزرگ و برگریزون در رابطه با چین بهتون بگم. این چینی ها کلا آدمای عجیبی. میگین چرا؟ دلیلشو میگم. مثلا شما به سرتون میزنید یه سفر برید چین، میرسید اونجا احساس گرسنگی میکنید. با خودتون میگید برم رستوران یه دلی از غذا در بیارم ببینم غذای چینی چطوریه. دارین غذا میخورید یهو میبینید یکی از اعماق تهش آروغ میزنه. حالتون به هم میخوره. همینطوری که دارید میگه عجب آدمای بی ادب و بی شخصیتی ان، یهویی که پشت سرش بلندتر از نفر قبلی بادیگلو ول میکنه. بله، تو چین آروغ زدن نه تنها زشت نیست، بلکه معنی اینه که غذا خوشمزه بود و اینطوری از آشپز تشکر میکنه. خلاصه که خاک تو سرشون با این فرنگش. از رستوران خارج میشین، چند تا بچه رو میبینید که دارن بازی میکنن. یخت دقت میکنید، میبینید اینا چرا همه خشتک و شلوارشون پاره است. همینطوری که در بهت و حیرتین یکیشون میشینه وسط خیابون، همونجا کارهای اداری رو انجام میده و پیپی میکنه. اینم از نکته عجیب بعدی. تو چین این کار نه غیرقانونی نه زشته، به شرطی که پدر و مادر بچه بعدش خیابون رو تمیز کنه. کم کم دارید از سفرتون پشیمون میشید، میبینید یکی داره کنار خیابون تخم مرغ آبپز میفروشه و چقدر مشتری داره. از یکی میپرسید داستان این تخم مرغا چیه، میگه اینا یه نوع تخم مرغ سنتی که واسه جلوگیری از سکته قلبی و بهبود درد مفاصل و گردش خون مفیده. میگه به چه عالی، تو رستوران که حالمو به هم زدم، بذار حداقل یه دونه از این تخم مرغا رو بخورم سیر شم. تخم مرغ رو میخری، همون گاز اولی که میزنه این چرا بو گند داره، چرا شور، مشکلش چیه؟ هیچی. تو چین اعتقاد دارن که تخم مرغ تو ادرار پسر بچه‌ای زیر 10 سال بعد پخته بشه خاصیت داره. No! هر چی داریم میریم جلوتر چندشتر. به نظرم بیخیال چین بهتره. بریم سر همون داستان خودمون ببینیم مثلا اینا چجوری پیشرفت کرد. قصه چین سرش درازه، یعنی سر درازی داره و اگه بخوایم از اول بگیم 10 تا ویدیو هم براش کمه. پس داستان از قبل جنگ جهانی دوم شروع میکنه. تو اون زمان دو تا حزب مختلف تو چین وجود داشت. یکی جبهه ملی چین که قدرت دستش بوده، یکی هم حزب کمونیست که چین از سال 1927 با حکومت درگیر بود. خلاصه این دوتا حزب همش با هم اختلاف داشتن و هر جوری که میتونستن به همدیگه آسیب میزدن. آیفون خونه همدیگر میزدن، فرار میکردن، میرفتن خونه دشمنشون مهمونی، بعد دمپای دستش رو خیس میکردن، پیام ها رو سین میکردن، جواب نمیدن. خلاصه همه جوری با هم دعوا داشتن تا اینکه تو سال 1937 ژاپن به چین حمله کرد و زد خار و خفیفشون کرد. تو این جنگ 20 میلیون چینی کشته شدن و یه وضعیتی شد که مادر بگریه. چینی هم دیدن تو این وضع دیگه وقت واسه عزا ندارن، مجبور شدن با هم همکاری کنن، جلوی ژاپن وایستن. میدونی چرا؟ چون خودکفا شدن. میدونی چرا؟ ولی تو سال 1945 که ژاپن عقب نشینی کرد، با تموم شدن جنگ دعوا دوباره شروع شد و این بار برخلاف گذشته قدرت دست حزب کمونیست بود و 4 سال بعد جبهه ملی شکست خورد و حکومت دست کمونیستا به رهبری یک زبون نفهمی به اسم ماو تسه افتاد. یکی از سوالی که واسه همه مطرح اینه که چرا جمعیت چین انقدر زیاده؟ خواهش می‌کنم کسی زیر 18 ساله اینجا نگاه نکنه و همچنان به داستان لک‌لک‌ها معتقد بمونه. داستان برمیگرده به همین آقای ماو تسه. ماو واسه پیشرفت چین برنامه اقتصادی اجتماعی به اسم جهش بزرگ رو به جلو ارائه داد و معتقد بود چینی‌ها باید جوری جهش کنن که قشنگ نفت در بیاد. اونجا بود که جمعیت چین از 550 میلیون به 900 میلیون نفر رسید. خلاصه برنامه‌های ماو تسه ادامه داشت، ولی مرتکه گاگول حواسش نبود، گذاشته دندقه و به جای جهش رو به جلو کلاً در حال عقب‌گرده. در حدی که بین سال 1958 تا 1961 تو چین 45 نفر به حرف استاد باقری که میگه بیا اینو بخور، این سوسی سر بخور، گوش ندادن، از گرسنگی هم مردن. خیلی ها از جمله 2 میلیون زمیندار با اتهام ضد انقلاب بودن هم اعدام شدن و اموالشون توسط دولت مصادره شد. حالا چرا این اتفاق داشت میافتاد؟ با وجود اون هم منابع طبیعی و زمینهای بزرگ و جمعیت زیادی که چین داره، داشت اینا همه رو به باد میرفتن دیگه. جوابش هم ساده است، همینا نتیجه سیاست اقتصاد دولتی و دستوری بود. الان میگه خواهشن زیر دیپلم صحبت کنم و هم بفهم. چشم. سادهش اینه که حزب کمونیست میگه آقایون داداشام اینجا کلش واسماست، یعنی هر کی هر چی بزاز و هر چی به کار مال دولته و ما تصمیم میگیریم پول چطوری تو جامعه تقسیم کنه، که البته تقسیمی هم در کار نبود. هر کی یه پست و مقام میگیره و تا جایی که میتونست میچاپید و جیبشو پرپول میکرد. البته ما ایرانی که اصلا با این قضیه آشنا نیستیم، اصلا نمیفهمیم چی هست، نمیدونیم اختلاس چیه. این داستان فساد اداری از نظر ما یعنی کارمندا تو اداره. بله،
از بحث منحرف نشیم، داشتم چینو میگفتم. خلاصه وضعی بدتر میشد، چینی از گرسنگی تو به سگ و گربه هم رحم نمیکرد. صبح کله پاچه سگ میخوردن، ظهر هم هرچی گیرشون میومد و مینداختن بالا. اصلا هات داگ تو چین اختراع شد. هر کسی هم که وضعیت اعتراض میکرد اتهام ضد انقلاب بودن میچسبوندن بهش و میکشیدنش بالای دار. خلاصه این وضعیت ادامه داشت تا اینکه سال 1976 ماوتس خبر مرگش سقط شد و یک رئیس جمهور جدید به اسم دنگ اومد سر کار. این رئیس جمهور جدید گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم، وات تو دو وات نات تو دو، که خوشبختانه 4 نفر عاقل پیدا شدن، گفتن آقا اقتصاد دستوری و دولتی جواب نمیده، با فشار از پایین و چونه زنی از بالا که نمیشه بازار درست کرد، مردم هم دیگه الان پاره شدن از بس مقاومت کردن، بیا مثل غرب اقتصاد آزاد کن. دنگ اولش گفت نه نمیشه، ما انقلاب کردیم که جلوی غرب وایسیم، حالا خودمون اقتصاد سرمایه‌داری رو بندازیم. مشاورام گفتن بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت بابا، کل دنیا دارن با سرعت پیشرفت میکنن، بیا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. همین هنگ کنگ و تایوان بیخوش، خودمون دارن تو ناز و نعمت هلیکوپتری میزنن، منظور یعنی رقص هلیکوپتری، ما کجای دنیا رو گرفتیم؟ از خر شیطون بیا پایین سر جده. خلاصه این رئیس جمهور جدید گفت باشه، ولی یواش یواش. این برنامه رو هم به صورت محدود توی یکی از شهرهای کوچیک چین اجرا کردم و دست از دشمنی با غرب هم برداشتن تا ببینم چی میشه. اونا واسه این کار شهر شنزنو که اون موقع شهر کوچیک با 30,000 نفر جمعیت بود و انتخاب کردن. دلیلش هم این بود که این شهر هم کوچیک بود و هم کم جمعیت و اگه تر شکست می‌خورد زیاد ضرر نمی‌کردن. هم چسبیده به مرز چین و هنگ کنگ بود و شرکت‌های خارجی هم با چند کیلومتر جابجایی می‌تونستن که کارشون رو راه بندازن و بتونن بیان اونجا و کارشون رو انجام بدن. شنزن به عنوان منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد و گفتن هر کی بخواد میتونه کاملا آزادانه تو این شهر فعالیت اقتصادی کنه. ما هم چوب، ببخشید، چوب نمیکنیم لای چرخش، نه مالیات سنگین میگیریم نه شرکت رو به نفع دولت مصادره میکنیم. همونطوری که گفتیم شنزن یک شهر کوچیک با 30,000 نفر جمعیت ماهیگیر بود. کارشون هم این بود صبح تا شب برن تو دریا بگم من مرد ماهیگیرم، من مرد ماهیگیرم، رفتم تو آب نشستم، آب اومده تا زانو. واقعا متاسفم واسه اونایی که جز زانو چیز دیگه ای گفتن. شما برو مغزتو اصلا با اسید بشور، نمیخواد ویدیو رو هم نگاه کن. بعد از اجرای این طرح شهر از این رو به اون رو شد. شرکت‌های خارجی پاشنه در و سرمایه‌گذاری اجاد در آوردن و پروژه رو پروژه بود که تو شنزن استارت می‌خورد. نیویورکی شده بود واسه خودش. جمعیتش هم از 30,000 نفر رسید به 10 میلیون نفر که وضعشون هم حسابی توپ بود. دولت دید طرح جواب چند تا شهر دیگر هم اومد منطقه ویژه اقتصادی کرد و قضیه تا جایی پیش رفت که کشور افتاده بود وسط مناطق ویژه اقتصادی. کشوری خارجی هم که دیدن 783 میلیون کارگر چینی وجود داره که حاضرن با روز 1 دلار حقوق اندازه 4 تا کارگر آمریکایی کار کنن، یکی یکی خط تولیدشون رو منتقل کردن به چین و الان تقریبا تمام محصولات کمپانی‌های بزرگ از جمله اپل و اینا تو حوزه تکنولوژی تا آدیداس تو حوزه پوشاک داره تو چین مونتاژ میشه. اقتصاد چین به خاطر باز کردن درهاش به روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذارا دست از جنگ و دعوا با خارجی‌ها برداشتن و منابع طبیعی و انسانی زیادی که داشت افتاده بود رو سر و زیر و با سرعت زیاد داشت سالی 10% رشد می‌کرد، تا جایی که تو سال 2019 چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از آمریکا شد. چینی‌ها هم که دیدن وضعشون خوبه گفتن آقا تا کی قرار واسه خارجی کارگری کنیم، اومدن در مقابل هر برند بزرگ خارجی یک برند چینی هم تأسیس کردن. شیائومی و هواوی در مقابل سامسونگ، ال جی لینینگ در مقابل آدیداس، چری و بریلیان در مقابل تویوتا و هیوندا و خلاصه خیلی برندهای دیگه که امروز خوشبختانه یا متاسفانه جایگاه خوبی تو دنیا پیدا کردن. البته چینی‌ها عشقشو داشتن ولی علمشو نداشتن. اون اوایل فقط کپی کاری میکردن و محصولاتش هم کیفیت جالبی نداشت، اما الان به جایی رسیده که هواوی پی 50 رقیب جدی برای سامسونگ و چری تیگو 8 پرو داره حتی تو امارات هم طرفدار پیدا میکنه. خب دلنگیز، اینم از داستان پیشرفت چین. حالا شما بگید به نظرتون تا 5 سال دیگه چین میتونه جای آمریکا رو بگیره یا خیر؟ مرسی از اینکه همراهمون بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، فراموش نکنید همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه دو تا ویدیو قبلی ما هم ندیدید اون رو هم تماشا کنید که خیلی باحاله، زنگوله رو هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوی جدید جز اولین نفراتی باشید که از اونها باخبر میشید. تا ویدیو بعدی هم خدا یار نگهدارتون.